یک شنبه در یک نشست خبری سه عضو رسمی و مرتبط با دولت کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی را به طور رسمی اعلام کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کسانی بودند که در این نشست خبری شرکت کردند. عراقچی در ابتدای نشست اعلام کرد هدف جمهوری اسلامی از انجام این اقدامات حفظ برجام است، نه خروج از برجام. اما در عین حال هشدار داد اگر طرف مقابل از فرصت شست روزه دوم استفاده نکند ممکن است به پایان برجام منجر شود. عراقچی با بیان این موضوع که نامه ظریف به موگرینی در خصوص عدم پایبندی ایران به قلزت اورانیوم سه ممیز 67 صدم درصدی برای وی ارسال شده گفت اگر کشورهای اروپایی نتوانند خواسته های ایران را برآورده کنند ایران روند کاهش تعهدات خود را ادامه خواهد داد. عراقچی همچنین با تاکید بر این موضوع که اروپا در تلاش است تا راهی برای برون رفت از این وضعیت بیابد اظهار داشت رؤسای جمهوری ایران و فرانسه توافق کردند که زمینه های انجام دور جدید گفتگوها بین طرفین فراهم شود وی همچنین خاطر نشان کرد با خروج آمریکا از برجام دیگر مفهومی به نام پنج به علاوه یک وجود ندارد اما در این حال افسود اگر آمریکا هم تحریم ها را لغو کند میتواند در مذاکرات و در جلسات چاره به علاوه یک حضور پیدا کند بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیست در این نشست خبری با بیان این موضوع که غنیسازی بالاتر از تعهدات برجام از روز یک شنبه آغاز خواهد شد تایید کرد نماینده آژانس هم در روز بعد غنیسازی بالاتر از سه ممیز 67 صدم درصد را نمونه گیری خواهد کرد وی در عین حال تاکید کرد میزان افزایش غنیسازی اورانیوم بر اساس نیاز ایران خواهد بود ربیعی سخنگوی دولت نیز با تایید اظهارات کمالبندی در خصوص افزایش میزان قنیسازی بر اساس نیاز ایران با بیان این موضوع که برجام منافع همه را تامین می کرد گفت تصمیمی که گرفته شده بود به نفع صلح جهانی بود و سازوکارهای امنیتی جهان را تامین می کرد وی با اشاره به اشتباه استراتژیک آمریکا برای خروج از برجام اظهار داشت با وجود منافع برجام جمهوری اسلامی حاضر نیست به هر قیمتی در برجام بماند. ایران در تلاش است تا از این طریق اروپا را تحت فشار قرار دهد اما تحلیلگران معتقدند این اقدام ایران لزوما به نتیجه ای که ایران میخواهد ختم نخواهد شد گرچه ممکن است این اقدامات و فشار ایران اروپا را وادار کند تا برای حفظ حیثیت خود اعلام کند مستقل از آمریکا تصمیم گیری خواهد کرد اما در عمل امکان تصمیم گیری مستقل اقتصادی و بانکی برای اروپا وجود ندارد ایران اصرار دارد اگر از منافع اقتصادی برجام استفاده نکند دلیلی وجود ندارد که به تعهدات برجامی خود پایبند باشد اما در عین حال اروپا هم تاکید دارد که شرکت های اروپایی مستقل از دولت های اروپایی هستند و این دولت ها نمی توانند شرکت های تجاری را به برقراری ارتباط تجاری با ایران مجبور کنند این سکس حتی اگر اجرایی هم بشود در مراحل اولیه فقط شامل دارو، محصولات کشاورزی و محصولات غذایی خواهد شد و همچنان با حد نهایی درخواست ایران از برقراری مبادلات تجاری و بانکی با ایران فاصله دارد. به گزارش این سام کیلی خبرنگار این شبکه میگوید علیرغم اقدام ایران مسیر دیپلماسی همچنان باز است و این پیام بسیار مهمی است که از طرف تهران میآید CNN افزود امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با همتای ایرانی خود روز شنبه تماسی تلفنی داشت و تلاش کرد تا این توافق را نگه دارد دفتر ریاست جمهوری فرانسه در این باره اعلام کرد که مکرون تلاش دارد تا مذاکرات بین المللی را تا عواسط ماه جولای آغاز کند رئیس جمهوری فرانسه با قبول اینکه اقدامهای اروپا برای جبران تحریمهای آمریکا موفق و کارآمد نبوده وعده داد که همه ی تلاش خود را برای جبران این موضوع به کار گیرد به گزارش CNN همچنین دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اقدام جدید ایران در چارچوب کاهش تعهدات برجامی مبنی بر افزایش سطح غنیسازی اورانیوم گفت ایران بهتر است بیشتر مراقب باشد. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش به دومین گام برجامی ایران بار دیگر از افزایش تحریم ها سخن گفته است. وی گفت کشورها بایستی معیار قدیمی قنیسازی صفر را برای برنامه هسته ایران احیا کنند. وی همچنین از کشورهای عضو برجام خواست به خاطر انحراف ایران از برجام این کشور را مورد تحریم قرار دهند. سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر آمل روز یکشنبه اعلام کرد آمریکا پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران از طریق واسطه های دیپلماتیک از ایران خواسته است عملیاتی محدود در منطقه انجام دهد تا آبرویش حفظ شود جلالی گفته است اما ایران این درخواست آمریکا را نپذیرفته است وی اظهار داشت جمهوری اسلامی به آمریکا گفته است جمهوری اسلامی هر عملیاتی را شروع جنگ تلقی می کند و به آن پاسخ خواهد داد جلالی همچنین گفت ایران به آمریکا پیام داده است که زمین جنگ را جمهوری اسلامی طراحی می کند و اگر آمریکا آن را شروع کند پایانش را جمهوری اسلامی اعلام می کند جلالی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه ترامپ تلاش کرده است تا با لفاظی و حرفهای بدون عمل اروپایی ها ایران را در برجام نگه دارد اظهار داشت جمهوری اسلامی از ابتدای سال 98 وارد فاز جدیدی از جنگ شد وی همچنین ادعا کرد آمریکا در سال 97 از فضای مجازی به عنوان فضای جنگ علیه ایران استفاده کرد که قفلت مسئولین موجب رشد آن شد جلالی افسود فضای مجازی به دشمن امتیازاتی داده و از طریق آن می تواند عملیات شناختی خود را پیش ببرد و مردم را برای درگیری با دولت و نظام هدایت کند. رئیس پدافند غیر آمل همچنین ترس از احتمال جنگ در داخل کشور را تحت تاثیر عوامل و جریانات خود فروخته در داخل دانست و گفت سرنگون شدن پهپاد آمریکایی موجب شد تا نقشه دشمن برای ترساندن مردم با شکست مواجه شود. در همین حال سردار جلالی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت آمریکایی ها از تمام امکانات خود برای ایجاد ناامنی در سال 98 استفاده خواهند کرد و هیچ حوزه وجود ندارد که آنها بتوانند اقدامی انجام دهند و انجام ندهند. این اولین بار نیست که مقام های نظامی در جمهوری اسلامی ادعا می کنند قدرت نظامی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی شکننده است. ادعای سردار جلالی برای اجازه گرفتن آمریکایی ها برای انجام عملیات علیه ایران در حالی انجام می شود که آنها حتی بعید است اگر بخواهند به ایران حمله ولو محدود انجام دهند از کنگره اجازه بگیرند. رجسخان های نظامی سیاسی در ایران هنوز تصور می کنند که رجسخانی های آنها در داخل مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. اما ادعاهای آنها گاهی آنقدر تخیل یا غیر واقعی می شود که باورپذیری آنها هم غیر ممکن می شود. حراس از جنگ آمریکا علیه ایران نه توسط عناصر خود فروخته بلکه یکی از گزینه های اصلی است که به عنوان یک موضوع امنیتی مهم در رده های مهم تصمیم استراتژیک در کشور مطرح است و نگرانی از درگیری نظامی با آمریکا همواره برای ایران و مقام های جمهوری اسلامی یک گزینه جدی است اگر احتمال درگیری نظامی با آمریکا برای ایران یک گزینه جدی نبود در ماه اخیر نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس هم در حالت آماده باشه کامل نبودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در اقدامی عجیب از اقدام وزیر نیرو برای تخصیص آب برای کشت تابستانه برای کشاورزان اصفهانی تقدیر کرد. جمعی از کشاورزان، نمایندگان استان و استاندار اصفهان در سفر اخیر وزیر نیرو به استان اصفهان از او درخواست کرده بودند که برای کشت تابستانه و حفظ وضع موجود و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و جبران سالهای گذشته پس از یازده سال برای کشت تابستانه اصفهان آب تخصیص پیدا کند. همچنین بر اساس این درخواست قرار شد که زاینده رود با هدف تقویت و ایجاد روحیه نشاط شهروندان و رونق گردشگری تا پایان تابستان جاری باشد. رئیس جمهوری از وزارت نیرو برای موافقت با تخصیص آب برای کشت تابستان در اسفهان موافقت کرده و با تاکید بر اهمیت نشاط مردم این استان و گردشگران ابراز امیدواری کرده است با نزول رحمت الهی به توان خدمات بیشتری به مردم ارائه کرد سرچشمه های آب اسفهان و زاینده رود عموما جنوب کشور است و این موضوع همواره یکی از موضوعات اصلی در تنش آبی بین اسفهان و خوزستان بوده است این اقدام وزارت نیرو در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر به کشاورزان خوزستانی که تمامی محصولات کشاورزی آنها در اثر رهاسازی آب از بین رفته است آب به اندازه کافی برای کشاورزی در سال جدید اختصاص پیدا نکرده و در حال حاضر یکی از شکایت های جدی کشاورزان خوزستانی از دولت روحانی عدم تخصیص آب کافی برای کشاورزی در استان و همچنین عدم جبران خساراتی است که دولت پیش از رهاسازی آب سطح بر زمین های کشاورزی وعده داده بود آنها را تمام و کمال جبران کند. استان اصفهان هیچگاه در سالهای اخیر نمزیت کشاورزی و نمزیت صنعتی نداشته است و های جمهوری اسلامی با اختصاص صنایع آب در استان اصفهان که عمدتا به واسطه لابی های قدرتمند سیاسی صورت گرفته است با استقرار صنایع مصرف آب بالایی را به استان تحمیل کردند همچنین یکی از محصولات کشاورزی در سالهای اخیر در اسبهان کشت برنج است که با وجود مزیت آبی نداشتن آن در سالهای اخیر در اسفهان کشت شده و فشار آبی زیادی را هم به استان اسبهان و هم خوزستان تحمیل کرده است. بسیاری از مقام های دولتی تصور می کنند با بارش های اخیر و سیل در سال جاری مشکل کم آبی کشور برطرف شده. این در حالی است که بارها متخصصین اعلام کردند که بارش های اخیر که در یک دوره 100 ساله به وقوع پیوسته است نشان دهنده آغاز ترسالی در کشور نیست. بیژن نامدار زنگنه یکشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی با همه توان برای فروش و صادرات نفت تلاش می کند اعلام کرد ایران نمی تواند ارقام صادرات نفت را اعلام کند وی اظهار داشت اگر دوستان در داخل اجازه دهند وزارت نفت می تواند از عهده دشمنان برآید کنایه وزیر نفت به اقدام سوال برانگیز شبکی سوم تلویزیون در انتشار مسیر دور زدن تحریم های نفتی توسط ایران و نشان دادن مسیر فروش نفت توسط ایران است چند روز قبل در اقدامی عجیب شبکه سوم مسیر عبور نفت کشهای تحریم شده ایرانی را در تلویزیون به نمایش گذاشت و زنگنه در واکنش به آن اعلام کرده بود اگر این اظهارات درست باشد صدا و سیما تمام رشته های وزارت نفت را پنبه کرده است زنگنه همچنین با بیان این موضوع که با قدرت از حق ایران در اوپک دفاع می کند اظهار داشت ایران در نهایت توانسته است فرایند منشور همکاری اوپک و غیر اوپک را با رعایت مقررات آن به تصویب اعضا برساند وی همچنین با بیان این موضوع که تصمیم اوپک مبنی بر توافق بر سر کاهش تولید نفت اوپک شامل ایران نمی شود اظهار داشت به محض عادی شدن شرایط ایران با بالاترین سقف تولید و صادرات ممکن میتواند به بازار نفت بازگردد این در حالی است که بعید است ایران با توجه به شرایط تجاری و اقتصادی پیشرو بتواند در میان مدت به بازارهای جهانی بازگردد راه توافق با آمریکا راهی طولانی و پرچالش خواهد بود و چه در داخل و چه در بیرون ایران با چالش‌های متعددی روبروست به نظر نمی رسد که ایران فعلا بتواند از مزایایی که اوپک برای عدم کاهش تولید نفت برای ایران در نظر گرفته استفاده کند و همچنان مجبور است با حداقل تولید در حد تامین حداقل های درآمدهای مورد نیاز به درآمدهای حداقلی نفتی اکتفا کند. به گزارش سی روزنامه دیلی میل انگلستان به افشای نامه کیم داروک سفیر بریتانیا در آمریکا پرداخته است. داروک 65 ساله دیپلمات حرفه‌ای و مشاور امنیت ملی سابق بریتانیا از ژانویه سال 2016 سفیر بریتانیا در واشنگتن بوده است. وی در نامه خصوصی خود به وزارت خارجه رئیس جمهوری آمریکا و اطرافیانش را منحصرا ناکارآمد نامیده است و آنجا را محل کشان خوانده است همچنین وی با خطاب قرار دادن ترامپ و کاخ سفید وی را بی کفایت و بی منطق خوانده است. او در ادامه با لحنی انتقادآمیز نوشته است ما واقعا فکر نمی کنیم که این دولت اساسا عادی رفتار کند و از ناکارآمدیش کم شود. نفاق پراکنی را کنار بگذارد و به بیکفایتی دیپلماتیک پایان دهد. با اشاره به اظهارات رابرت مولر بازرس پرونده رسیدگی به اتهام دخالت روسیه در انتخابات آمریکا داروک در این نوشته بدهکاری ترامپ به روسای حق باز را از قلم نینداخته است و از جان سالم به در بردن های متعدد او از زندگی پر از رسوایی اش نیز صحبت کرده است در یکی از اسناد منتشر شده اخیر داروک به سیاست ناهماهنگ و آشفته آمریکا در قبال ایران پرداخته است و از ترامپ خواسته است تا دلیل لغو حمله هوایی تلافی جویانه در جواب انهدام پهپاد آمریکا توسط این کشور را برای عموم بیان کند. پیشتر ترامپ اعلام کرده بود که به دلیل بالا بودن تلفات احتمالی حمله هوایی تنها چند دقیقه قبل از انجام حمله آن را لغو کرده بودیم. کیم داروک در واکنش به توضیح ترامپ آن را ناکافی عنوان کرده است و اقدام مذکور وی را با انتخابات پیش روی سال 2020 مرتبط دانسته است به خصوص که ترامپ بارها وعده داده است تا آمریکا را درگیر منازعات و جنگ‌های بیرونی نکند او در همین مورد با بیان اینکه دولت آمریکا تقسیم شده است بیان داشت احتمال انسجام سیاست آمریکا در قبال ایران به این زودی ها وجود نخواهد داشت. یکی از مقامات وزارت امور خارجه بریتانیا در مورد این اظهارات گفته نظرات سفران نظرات شخصی است و نظر دولت بریتانیا نیست دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در نگاه انتقادی به این اظهارات گفته من چندان طرفدار آن مرد نیستم و او به خوبی به بریتانیا خدمت نکرده است زلمای خلیلزاد نماینده ویژه دولت آمریکا در امور آشتی افغانستان روز گذشته از حصول پیشرفت واقعی در هفتمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان افغانستان در دوحه پایتخت قطر خبر داد. وی گفت آمریکا و طالبان روز 29 جوان دور هفتم مذاکرات را آغاز کردند. دو طرف در چهار زمینه یعنی مبارزه با تروریسم، خروج نیروهای خارجی از افغانستان، انجام گفتگوی داخلی افغانستان و تحقق آتش بس دراز مدت و همه جانبه پیشرفتی واقعی کردند. سمرات این مذاکرات بیشتر از تمام مذاکرات قبلی از زمان شروع مذاکرات مستقیم بین دو طرف به شمار می رود. زلمای خلیلزاد گفت برای پشتیبانی از این گفتگو این دور مذاکرات بین آمریکا و طالبان در روزهای هفتم و هشتم ژوئیه به مدت دو روز تعلیق می شود. او این گفتگو را به عنوان رویدادی مهم و سرنوشت ساز در مسیر صلح افغانستان توصیف کرد. گفتگوی داخلی افغانستان به ابتکار مشترک قطر و آلمان در روز یکشنبه در دوهه با حضور بیش از 60 نفر برگزار می شود. به گزارش CNN نتایج به دست آمده از انتخابات دیروز یونان نشان می دهد که محافظ کاران موفق به شکست حزب سیریزا به رهبری الکسی سیپراس نخست وزیر این کشور شدند. بنابر نتایج اولیه، حزب دموکراسی نو به رهبری هیریاکوس تاکیس بین 39 ممیز یک دهم ده درصد آرا را به دست آورده است. به این ترتیب، این حزب در پارلمان یونان که 300 کرسی دارد، حائز اکثریت شده است. حزب سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس نیست که سی ممیز دهم درصد آرا را نصیب خود کرده شکست خود را پذیرفته است انتخابات یک شنبه اولین رأیگیری پس از خروج یونان از بحران بدهی ها در سال 2018 است به نظر میرسد رسد رأی دهندگان به دلیل اجرای سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا و وعده های اجرا نشده از دولت الکسیس سیپراس روگردان زندان شدند.